خټکیو او هندوانو ستر مارکیټ ته راغلی. دو روزای پیش که ما می خریدیم سیر یک سیر پا، حالا سیر 75 رو پا خریدیم، نرخ پایین آمد. از ولایت کندوز اینجا میاریم، از ولایت تخار میاریم، از ولایت بغلان میاریم. کجا گریخ که پس بیاریمش؟ از وطن ما خوب پیلن گم از دیگه نمیفهمیم در کدام وطن رفته. از دیگه وطن ها که ما میخریم سیر 500، از ما که میاد میشه سیر 50 رو پا. به یه وقت یو دانه بودیم؟ یو دانه، نه نه، تو دیر قرطی در حال کیشی نیم. سلامونه سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټولو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د افغانستان په پلازمینې کابل ښار کې د میوې یا د خټکیو او هندوانو ستر مارکیټ ته راغلی، بازار ته راغلی. دلته نو بیلابیل ډوله داسې خوندور خټکی او هندوانې خرڅیږي، له بیلابیل ولایتونو څخه دلته راځي، په دې مارکیټ کې پلورل کیږي، له دې مارکیټه نور ولایتونو ته هم ځي او د کابل ښار او بازار کې هم وړاندې کیږي. ماشاءالله دلته چې زه دې مارکیټ ته راغلم، دا مارکیټ چې ګورم نو داسې معلومیږي چې سږ کال د هندوانو او د خټکیو حاصلات ډیر دي. نو زه ډېرې خبرې نه کوم، وبه ګورو چې څو ډوله هندوانې خټکی دلته پیدا کیږي، د کومو ولایتونو کومو سیمو څخه دلته راځي، او د دې تر څنګ وبه ګورو د ډولونو په اړه به معلومات ترلاسه کړو، خوند به وګورو، تاسو ته به هم در وښیو. نو تر پایه مې ملتیا وکړئ، په پیل کې د دې ستر مارکیټ یو څو انځورونه در سره وګورو. حاجی صاحب ستړی مشي، جوړ په خیر خی صحت دی خیر. پیل کې که زموږ لیدونکو ته ځان وپېژنې. ځان اسم محمد یعقوب، د ولایت پروان. د پروان، پروان کې بیا د کومې سیمې؟ سید خیل. سید خیل غوربند دره کې راځي؟ نه نه، ولسوالي سید خیل. د غوربند په دره کې خو نه راځي؟ نه، زه دې خواته نه یم تللی، خو د پروان ولایت ډېرو سیمو ته تللی یم. ستاسو په سیمه کې بیا څه شی ډېر پیدا کیږي؟ هر چیز پیدا میشه، انگور است، گیلاس است، شفتالو است، گندم است، دیگه اینمی چیز ها زیاد است. خب، این خربوزه از کجا آوردی بخیر؟ خربوزه از دند غوری آوردی میشه. از دند غوری آوردی، ماشاءالله بسیار بزرگ بزرگ کلان کلان خربوزه است. کلش از دند غوری؟ کلش از دند غوری، ولایت بغلان است. ماشاءالله، چه قمیه یا سایز یا زی چه قاس؟ یا دیگه دانش 10 کیلو، 12 کیلو تا 15 کیلو است. 12 کیلو. ایره بالا کده میتونید که دوستا ببینه؟ جی نه ببین.
اینمی دوار پک ماشالله این تکرستی چه شدم شیرین است یا نه؟ در شیرین دیگه صاحب مثل کدو هست مثل کدو هست یگان تا کدو خوب با شیرین نمی باشد شیرینی خربوزان نداره کلانیش هم کلان هست دیگه خربوزه شیرین اصلا اونو علا پچاق شکر پاره اینی دو خربوزه شیرین هست یا شیرینشان کم هست شار ولی کلان هستن مزه نداره دیگه مزه نداره سوی بازار داره بازار داره بازار داره مزه نه به خاطر کلانیش مردم میخره که کلان است اما مابینش مثل کدو هره چند ولایت شما ایجا خربوزه میاریم؟ ما از ولایت قندوز ایجا میاریم از ولایت تخار میاریم از ولایت بغلان میاریم از ولایت مزار میاریم دیگه از این طرف از ولایت علمان، نیمروز، قندار از این ولایت ها میاریم ایجا تربوز هم آوردیم؟ تربوز هم آوردیم ای تربوز از کجا؟ ای آمد دندگوری از ولایت بغلان از دندگوری؟ بله بسیار خوب ماشاءالله در بغلان دیگه خوب تربوز هم میشه خوب چیزا میشه در بغلان نام خدا چه زراعت میشه که بسیار بالا بالا خربوزش هم تربوزش هم کل چیزش خودت باز کدا همیشه زیاد دوز داری و زیاد میخوری؟ ما دیگر دمو شکر پاره میخورم شکر پاره؟ اونمو خوب مزه دار امیر قند مرجان میگن چی میگن؟ اونمو قند نبات میگه شکر پاره با نام آق نبات آق نبات میگه سالنگی طرف که نمیه او کدام خربوز است؟ اینمی آق نبات است اینمی خربوز است یا ببینیم اورم اینمی با نام آق نبات است ایام ای باز کمی خورد از دیگر آه خورد است دانش کلان نمیشه امی شیرینی ده شیرینیش بازی خوب است کلانا نمی باشه ده خورد می باشه ده خورد ها می باشه کلانا یک درگک زیاد می خورن کتا میشن واقع شیرینیشان مزهشان می رود امی خورد ها خوب است ای سیرش چند است دیگر ای دیگر سیرش 100 رپا 110 رپا او کلان او سیر 80 رپا 75 رپا تخمه بابا نظری میگه اینی تخمه سیر ساد رپا بابا نظری بابا نظری یک نفر به نام بابا نظر بود این تخمه پیدا کرده بود در دندگوری با مردم کشت کرده بود این به نام تخمه بابا نظری یاد میشه این تخمه از کجا پیدا کرده؟ این دیگه مثل من خارج از کدام جا آورده بود به موطنداراش توضیح کرده بود خالی دون که یو بابا اونو یو پخوانه سره و او در دقی خربوزی تخمه پیدا کرده و او خلقو باندی ویشل او وز داغ خربوزه داغی سڑی پا نام یادیگی چه سڑی نظر نظر بابا نظر نومیده کنه بابا نظر نومیده وز داغ خربوزه هم بابا نظری پا نام یادیگی سنگ ده بازار جیسیب دیو رزو که خدی بازار خدی حاصلات سکل کم دی که زیاد والا دیر دی دیر دی کنه حاصلات چه دیری تاسو گتا کوی که کمی نا که کمی گتا کوی چه کمی گتا کوی که دیر دی ارزانی دی چی ارزانی ارزانی دی خبلا خوبا فالیزون نلره پایسه نجوردگی خبلا خوبا فالیزون نلره نه 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 لره باخلو اخلو اخلو چی دیری بی ارزان اخلی خو ارزان خرسوی کنه خو ارزان گتا نکی ارزانی گتا نکی ما سرا ارزانی گتا نکی گتا نکی که داغا چیر تا مثلا خارج ملکونو تا بحر ملکونو تولاد شی بیا گتا کی یا گتا کی وز محال بحرانه بازار سنگا خبر لری بحرانه بازار لری ولا نلری بازار بازار نشتا نشتا بحرانه بازار یا وازی هم دلتا افغانستان کی او دلتا افغانستان بازار کی دیر امانه ناجی سیب کور ودان خوشحال شو لیدون کو حاجی صاحب چې ډیر خه معلومات مونږ ته راکړل دغه نو ښه خټکی دی خواږه خټکی دی خوندور دی او بلا غټ ستر خټکی تاسو وکتل چې نسبت داغه وای دا ښه دی او قیمت یې شاوخوا 100 افغانۍ دی من او د دې ترڅنګ هغه خټکی بیا شاوخوا 80 افغانۍ پلورل کیږي دلته د حاجی صاحب لاړ دی له دې سره به هم خبرې اترې ولرو ستړی مې شي حاجی صاحب سیاتمند سی بخیر جوړ صحت دې خدای کزان او پیژنې زمونږ لیدونکو ته ما اسمم غلام حسن هستم از ولایت بغلان هستم از منطقه دندغوری بسیار خوب خودت از دندغوری هستی بله چطور حاصلات خربوزه تربوز در دندغوری دی روزا حاصلات خربوزه و منطقه دندغوری حاصلات خربوزه و تربوز بسیار خوب است ولی امسال یک ذره آفتای طبیعی برای حاصلات مردم برای خصوصا برای خربوزه بسیار زیاد شده اینمی هوا مساعد نیست خاک میه خاک باد میشه شمال زیاد میشه خاک میه بی خاک باعث ازی میشه که همی
بیاری خربوزه را وقتی که میگیره ای از رشد میمانه. یکی و دو دیگه خربوزه در این مدت چند سال آفتای مختلف پیدا کرده. دیگه برازی یعنی می دوایی که در بازار عرضه میشه اوقدر تاثیرناک نیست. یعنی دوایی بی‌کیفیت دوایی بی‌کیفیت در بازار میه. اینال ما همی خواهش داریم از شما که هم صدای ما را برای مقامات برسانین که زراعت یک کمی تقویه بکنه برازی یک دوایی با کیفیت برای مردم سهولتی بیشتر دیگه برای مردم عرضه کنه که تا مردم اینمی کشت دوام بتن. اگر همی تو آفات زراعتی زیاد شده برای شاید کم کم مردم با مشکل مواجه شو و همی کشت بیخی ایلایش کنه. در این بخش با از امرایتان از طرف دولت همکاری شده تا؟ ایش دولت کدام همکاری حتی یک عیتی حتی حال شما میفهمید که در تمام نقطه افغانستان در ولایت بغلان خوصاً بسیار امنیت است. هیچ مشکل امنیتی نداره. یک آیت نمی یک بررسی نمی کنه. مثال از دیقان پرسان نمی کنه که کشت تو آفت داره، مرض داره، نداره که شما چی می خواهین از ما؟ بلکل. چی شوه که شما تقویه شویم؟ چی شوه که شما اینجا همی زراعتتان رشد بکنه؟ بلکل. رشد زراعت برای مردم، رشد زراعت برای مخلوق و دولت و برای کلگه افغانستان است دیگه. ما این دو تربوز را به شرط چاقو به ضمانت میدیم، کارت میزنیم با مردم میدیم، پیسه که کش علال میگیریم، حرام نمیگیریم، جنس خوب میدیم بالاتر. این حال خواهد دیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینه بعد از جان سل باشه که شما از ما گپ ما خلاف دروغ نیست. ماشاءالله. اینه کاکا جان دیدن. ماشاءالله. خیسته این دوانه. خواندوار این دوانه. دلته را سره د حاجي صاحب ولاړ دی، له دې سره به د تربوز یا د هندواڼې په اړه معلومات ترلاسه کړو. حاجي صاحب سلام، جوړې په خیر، صحت دې ښه دی؟ قربان دې شم، په خیر اوسې. څنګه یې؟ وخت ساعت په خیر تیریږي. په خیر اوسې، زنده اوسې. پیل کې که لیدونکو ته ځان وپېژنې، ټوله نړۍ کې دې زموږ لیدونکي ګوري. نام ما فقیر محمد، خانه ما د بغلان. دیگه صاحب کسب کار ما اینمی ترکاری. ترکاری و میوه. بله آقا صاحب. خودت فالیزام داری در دا بغلان؟ بله آقا، فالیزام هست صاحب. در کدام ولسوالی؟ ولسوالی دنده غوری. ولسوالی دنده غوری. دنده غوری. اگه ایره بگویی، ای تربوز هم از اموجه است؟ ای تربوز هم بری صاحب از ولسوالی دنده غوری است. از دنده غوری است. بله دنده غوری است. چند رقم تربوز در دنده غوری میشه؟ در دنده غوری دو رقم، سه رقم تربوز میسازیم. یک رقم تربوز سفید است، او یک رقم تربوز سیاه است، او یک رقم این تربوز ابلق است. کدامش با زیاد خوبیش است؟ با خودت هم مزه می ته که امرای نمک بخوری. با ما صاحب سابق که بود تخمای وطنی بود، امی تربوزای سفید بود، او یک ذره لذتش اضافه تر بود. یعنی تخمای که از تخمای خارجی است یا هم خوبش است، با او اندازه که تخم وطنی ما لذت داشت یا نداره. چی میگی؟ وطنی چی شد؟ وطنی خو در وطن نارام شد. وقتی که وطن نارام شد، تخمم از وطن گم شد. خو گریخت؟ گریخت. لیدون که تخم و تختیده او دا اوز بحرانه تخم دوی کری. کجا گریخت که پس بیاری میشه؟ از وطن ما خو پیلن گم از دیگه نمیفهم در کدام وطن رفته. پاکستان رفته که چین رفته که ایران رفته که کجا رفته که تا باز پرسی کنیم. چه که وقت میشه می وطنی امی تخم وطنی گریخته؟ تقریبا در طول یک 20 سال میشه سید. 20 سال میشه؟ بله سید. خب همی چیزای خوب از وطن ما میگریزه والا. طبعا میگریزه. در وطن ما سید قیمت نداره، بای نداره سید. مردم ما توانایی خرید نداره کی را بخره. ایره ما مجبور هستیم کی را به دیگه وطن ها عرضه کنیم که ای بتانه که مصرف خود پوره کنه.
چطور حال تربوز میره به دیگه کشور؟ حال فعلا همین سال هیچ جایی نمیره صاحب، همین مایی را به بسیار مشکلات و بسیار زحمت ایرا حاصل از ایرا میگریم، این همین فعلا در بازار کابل آوردیم، ای به خود ما تمامش سیر 80 رفا ما ایرا مفروشیم سیر 60 رفا. چی میگی؟ بله صاحب، وطن ما دیگه وطن ها که صاحب سردخانه داره، امکانات داره، در وطن ما کدام امکانات نیست که ما ایرا نگهداری کنیم، ایرا با مروت سودا کنیم، چون که این میوه است وقتش که پوره شد ای از بین میرسد. اگر سردخانه باشه ما ایرا داخل سردخانه کنیم، نگهداری کنیم، با وقتش عرضه کنیم، بسیار بابای خوبش سودا میشه. ولی گپت بسیار خوب است حاجی صاحب، به خاطر از اینکه ما که امی تربوز و خربوزه را در افغانستان میبینم امی دو سه ماه میباشه، باز دیگه بیخی گم میشه. اگر سردخانه میبود در زمستان ولی آسک یافت می. یک تنها تربوز مونه که بلکه انگور ما، پیاز ما، رومی ما، تمام میوه‌جات ما که میبرای از دیگه وطنا که ما میخریم سیر 500، از ما که میگه میشه سیر 50 رپا. بدبختانه در زمستان مثلا ما پیاز تا 500 هم سیر شده. بله صاحب، از ما کنال میبره صاحب کسی در سیر 50 رپا، از 50 رپا 40 رپا بالا نمیره. علتش چیست که در وطن ما نارامی بود، سردخانه نبود، امکانات نبود. اگر ما ایرا نگاه کنیم که ما در زمستان عرضه کنیم، تا زمستان کل ازی از بین میرم و 50 رپا رو زلال میکنم. حالی خو نارامیم گریخته، از بین رفته، رامی آمده، چی گفتنی داری؟ چی باید شود؟ حالا گفتنی ما همیست که ادمی تجارای ما کمه قدر پشت دیگه چیزا روان هستن، از این که سردخانه جور کنن که ما مال خود تجار ما بتانه، ایر زمیندار ما، دیقان ما ایر نگاهداری بکنه، با وقت زمانش ایر عرضه کنه در بازار. انشالله با امید این که همه چیز خوب خواهد شد و می چیزی که شما میخواین با امید این که همو تو شود بخیر انشالله. تشکر از شما، بخیر باشه. بیا که یک تربوزه اگه اجازه تان باشه چی میگن مایده میکنین شما؟ چی میکنین؟ خوب گپ است شاید مایده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه ببینیم با دوستا در کل جهان نشان بتیم که ما ایت تربوز داریم در وطن خود. ای خورده مست ها؟ آه ای بسار شاید کمی خام هم باشه. خود دیگه ای سای نابرید است. توکل به خدا جان، ای خربوزه نابرید نگه سایی امشالله که او تو رام نیست. خب یک اندازه لیدون کو دالنگ وڑا ونو خوندوارا بایی میتانیم چکش کنیم. آسا ای را بگو بعد از خوردن قضاوت میکنیم. خب گفت پیش از خوردن چی قضاوت کنیم که رنگش کمی تت است نی؟ مزهش خوب است. مزه لیدون کو بلکل خوندوارا هندوانا یا تربوز. خودت هم بخونی که ما دروغ نگویم. سلام مزه دار است نه؟ بسیار صاحب. امرای نمک زیاد مزه می تهیم. امرای نمک خویده که بخوری صاحب. در یخچال هم مانده باشی. قسمه که سیرون در جانت تبدیق بکنی صاحب. اوال گرم است یا هوا 24 ساعتی در موسم گرمی بوده، اگر این یخی باشه این لذت جو چند میشه صاحب. بلکل. تشکر حاجی صاحب، خوش شدی. بخیر باشی. لیدون کو حاجی صاحب و چه دیر خیلی خبری و کرد خپلا هم در بغلان ولایت در دندی غوری ول سوالی سخه و ول تدغسی کرونده یا فالیزونه لری هندوانه پکی کری او ده دی تر سنگ نور ترکاری ده دی پواینا. خو لبا ده مرغا چی ده دوی پواینا بازار نشتا ده، بحرانه بازار نشتا، زکا دلتا هم ارزان پلورل کیگی او سړی خونی نشته چې دوی وساتی، ځکه دا خو تازه میوه ده او څو ورځو کې خرابیږي. نو په دې هیله چې د دوی دغه ستونزې حل شي او په دې برخه کې زموږ دولت پاملرنه وکړي. تاسو یو څو ښکلي انځورونه وګورئ.
علیکم، شما خوب هستید؟ جانتان جور سلام برای تمام بینندگان خود تقدیم میکنیم. تشکر، زنده باشین، بخیر باشین. داول اگه به دوستای ما خود معرفی کنین. اسم آجی نظر آمد است، ما اینجا آمدیم که ترباز یا خربوزه خریداری کنیم. اینجا میبینیم که شکر بیخی زیاد است، محترم زیاد است، ترباز و خربوزه هم زیاد هستند. ما اینجا آمدیم که یک ذره ترباز بخریم، ترباز هم یعنی مال بای کردیم، خریداری کنیم یک دو ترباز رو خریدیم. یک قدر زیاد به خاطر چی میگیری آجی سر؟ والا فامیل است، اگر یک فامیل ما بزرگ است، هر وقت میجمیم یک دو ترباز یا خربوزه خریداری میکنیم. ماشاءالله بسیار خوب. دیگه فامیل که بزرگ است باید بری زیاد بو بری و هم دیگه امی خربوزه شیرین وطن هم در روزا خوب صحیح رسیده. بیخی شکر، بیخی زیاد شده. و از دو روزای پیشی که ما می خریدیم سیر 130 روپیه، حالا سیر 75 روپیه خریدیم، نرخ پایین اومد. ما که چقدر خبر داریم امسال دیگه نمو حاصل خربوزه و تربوز زیاد است. همونطور که ما میشنیم شما هم خبر داری، حاصلات شکر زیاد است. فکر میکنم که حالا تقاضا کم است، عرضه زیاد است، امید به امیدوار است که نرخ پایین آمده. بالکل، آگاهی را به ما بگی حاجی صاحب، کدام نوع خربوزه را خودت زیاد خوش داری؟ والا مثلا از کدام ولایت ها؟ از این طرف قطغن دیگه، اونجا که میاد خربوزه خوبش است. تشکر حاجی صاحب، بخیر باشید، زنده باشید، خوش شدیم با دیدارتان. زمانم احسان الله ده لغمان ولایت ما ولدا ده خټاکی دین دوانو کاروبار کوم. ماشاءالله ده لغمان ولایت سړی د کوم زی؟ او ده لغمان. لغمان کې ده کوم؟ لغمان کې بادپخ. ده بادپخ ډیر خصومره وخت کېږي دغه کاروبار کوي. دا خو لسپینزلس کال کېږي. لسپینزلس کال کېږي. څنګه دې سکاله حاصلات؟ ما خدای وسه کال خو بيخي حاصلات ډیر 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 دي بيخي ډیر. ګټ او تاوان څنګه؟ بس ګټ او تاوان خدای له جانب ده. خو ما خدای دې قانون کړم چې سکاله ډیر حاصل کړي درته مهرباني. سکاله حاصل ډیر کړي ده. خدای ته چې لنور ورونو سره وغږی د مغوی ویل چې ګټ نشته څنګه؟ بس شته نو ګټ او تاوان خدای دې خو کاروبار ده. ونه نام خدای اصل حاصل کړي ده. خو مصرفونه ډیر دي دیقان ته سرکونه خراب دي. دوه ورځو درې ورځو کې سالنګ باندې سمال لازی ته دیجی سرازی نه ماتیږي خشره کیږي. دوه ورځې لاره دې خواته دی ورځ لږې خواته ده. مالی ساری ډیر بس څو جیره رسیږي. ګرمي ډیره ده، مال لږ خرابیږي. کنه اصل حاصل کړی نام خدای سکال اصل ډیر دی. خو له بده مرغه بازار نشته. د غټو تجارانو خواهش کوو، حکومت نه اسلامي امارت نه دا خواهش لرو چې موږ مال میوه خپل خټکی هندوانه خارج هیوادو ته انتقال کړي. بس دا به ډیره دوی نه مهرباني. بالکل انشاءالله په دې هیله چې دا کار وشي. کومو ولایتونو څخه دي دا هندوانې او خټکی راوړي؟ دا هندوانې خو د بغلان ولایتې دي، ډنډ هندوانې دي، خټکی د مزار هم دي، د قندوز هم دي. او دا خټکی د کوم ځای؟ دا غټ خټکی د بغلان دي. هغه مرزر خټکی چې دي هغه د مزار دي، هندوانې هم د ډنډ دي، شنه خټکی هم د قندوز دي، هر ځای نه را روان دي. لغمان نه دي چې راوړي؟ لغمان خو نو بانجان وو، ترکاری میوه کون ترکاری هر څه غل لغمان راځي. ماشاءالله لغمان کې خو ډیره ترکاری. او ډیره ترکاری ډیره دی. ټول افغانستان په آباد به خیا په آباد را مخته. سمه ده. قیمتونه سعودي دغه دا خټکه په 100 روپیه ده، هندوانه په 100 روپیه ده، مزارې خټکه 100 دیرس ده. اوس دا یې ټونه دي. کله چې مثلا دا خټکی هندوانی ختم شي تاسو به دلته څه خرڅ؟ دلته به دا مارکیټ نور خالي نه. دلته به خالي د انګورو ما زوغه مارکیټ ته زو انګور راځي. انګور میوه ده. بس انار شروع کیږي. بس دل خیر کوم مارکیټ تاسو ته ډیر خی؟ موږ ته دواړه مارکیټونه خې دي. خدا خو بیخي دي سیزن دي هندوانو د خټکو مارکیټ ده. بس بل شینی ژمی خالي او د انار او مڼی او انګور بیا د سبزی مارکیټ ته خوتهغه بیا د ټولو مغه مارکیټ ده. پله سمره خټکی خوري د ورځ؟ بس خټکی خوراک خې بنګ په منځ چورته ګوري مونږ په ماړی تا غملګری دی غک کوي د ورځ دوه دانی دوه دانی خو خورو په یو وخت یو دانه یو دانه نه نه ډیر غټ دي. دا خپل کی نه ډیر مننه. خوشاله شو پلی دو ډیر مننه. کور ودان خیر وسې لیدونکو ورورو چې ډیر خو غږی ده. بس ټولو همدا یو شکایت درلوده چې بازار نشته،
البته نړیوال بازار او د دې تر څنګ سړی خونې نشته چې سړی خونو کې دغه میوه وساتل شي او دوام ډیر وکړي ډیر وخت وپلورل شي ځکه دغه میوه یوازې او سو میاشتي سالور پنځه میاشتې بیا نور نه پیدا کیږي چې پیدا شي په ډیره لوړه بیا باندې پیدا کیږي تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لیو مهربانه خدای سپر الله مل شه د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کیکاږئ. لکه کولی ویډیوګان څخه خوان واخلئ.